خانم خزرهی دری نگار از واشنگتن ما را همراهی میکنن خانم می خزرهی دری پیگیری بین المللی پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی به دست سپاه پاسداران چه اهمیتی داره برای جامعه ایران و البته برای پیشبرد مبارزات آزادی مردم ایران من فکر می کنم که پیگیری این پرونده و تلاش خانواده ها برای دادخواهی یک اهمیت تعیین کننده برای جامعه ایران داشته در تمام طول این سالهایی که گذشته و حتی از این پس من فکر میکنم حتی روی جنبش زن زندگی آزادی این دادخواهی اثر داشته ببینید هواپیمای اوکراینی و سرنگون کردن این هواپیما توسط موشک های سپاه به نظر من برای جامعه ایران یک لحظه بخت بود یک لحظه تعیین کننده بود 176 سرنشین در این هواپیما قربانی شدن جان خودشون رو از دست دادن اما تنها اونها و خانواده اون نبودند که مشمول یک چنین فاجعه ای در جامعه ایران شدند بلکه ناگهان کل جامعه انگار که یک سیلی توی صورتش خورد و از خوابی که خودش رو به این خواب زده بود بیدار شد ناگهان دید که مثلا اختاپوسی به نام سپاه بازوهاش تا کجا در زندگی روزمره شهروندان آمده ناگهان این عبارت من سیاسی نیستم من دارم زندگی خودم رو میکنم آسبر و آسبیا که جمهوری اسلامی شاخت نزنه بیمعنا شد برای اینکه این 176 نفر سرنشین که بودن؟ آدمایی بودن که اصلا از ایران عده زیادیشون مهاجرت کرده بودن رفته بودن بعضی اصلا داشتن از این وضعیتی که حکومت ساخته فرار میکردن میرفتن یعنی اینقدر میتونیم بگیم در یک گیومه وضعیت غیر سیاسی رو تصور بکنید و حکومت اونها رو هم در آسمون زد و پرپر پر کرد اون لنگ کفش قرمز رنگ دختر بچه ای که بین اشیای بازمانده بود در پیدا شد بعد از این ماجرا به نظر من یک سیلی محکم به صورت همه مردمی زد که انگار که حواسمون نبود به اینکه این حکومت تا کجاها وارد زندگی ما شده انگار که یک لحظه روشنایی یافتگی برای جامعه ایران بود حالا در سطح بینالمللی هم بار دیگر توجه جهان رو جلب کرد که چه حکومت خونریزی امروز داره در ایران حکومت میکنه و پیشروی این حکومت رو در همه ابعاد زندگیشون مردم دیدن بنابراین هرگز به نظر من جامعه ایران برنگشت به پیش از اتفاقی که با سرنگون کردن پرواز 752 از سوی حکومت رخ داد و خب این خیلی اهمیت بزرگی داره دادخواهی رو بین کل جامعه ایران گسترش داد خب خضرهی در این نگاهی هم کنیم به رفتار جمهوری اسلامی در قبال خانواده های قربانیان چطور می‌بینید این رفتار رو و البته برخورد که قوه قضاییه داشته با این پرونده؟ بله بله ببینید دادگاه های نمایشی رو که همه ازش اطلاع داریم و با برگزاری این دادگاه های نمایشی جمهوری اسلامی سعی کرد که کاریکاتوری از دادرسی رو به جامعه نشون بده واقعا حجو دادرسی است آنچه که در قوه قضایی جمهوری اسلامی میگذره چون قوه قضایی که قوه قضاییه مستقلی نیست بلکه به شدت تحت کنترل و اداره نهادهای اطلاعاتی و به اصطلاح امنیتی جمهوری اسلامی است احکامی که صادر کرد این دادگاه های نمایشی ما دیدیم خود خانواده های قربانیان پرواز اوکراینی بیانیه دادن و اون رو تحقیر حقیقت خواندند به درستی متهم ردیف اول که الان وکیل پرونده داره میگه که آزاد شده عده دیگری بینامونشان و نشان این وسط مطرح شدن که حتی از گفتن نام اونها و افشای هویت اونها دادگاه ها در احکامشون خودداری کردن و هرگز هیچ گونه همکاری مستقلی حاضر نشد نهاد قضایی جمهوری اسلامی با نهادهای حقوقی بین و بکنه و پرونده فرجام خواهی از دادگاه نظامی هم که ما میبینیم رفته به دیوان عالی کشور و حتی حاضر نیستن که کوچکترین پاسخی بدن و یه نوع امتناع از پاسخگویی امتناع از حقیقت و تلاش برای مشمول مرور زمان کردن این فاجعه ساز حکومت این فاجعه که آمدانه حکومت رقم زد امروز همه ما بر اون آگاه هستیم هرچند که در روزهای اولی که این فاجعه رو رقم زد حکومت اگر خاطرتون باشه هم حالا خود دستاندرکاران و نزدیکان به حکومت هم متاسفانه برخی همکاران ژورنالیست ما رسانه ها از داخل ایران مدام معتقد بودن که نه حکومت هیچ نقشی نداشته و این سیاه نمایی رسانه های فارسی زبان خارج از ایران و آمریکا و این هاست و ما دیدیم که متاسفانه تا امروز هم هیچ پاسخ عادلانه ای به این فاجعه داده نشد فای مخزرهی در روزامنگار از واشنگتون خیلی ممنونم از سوزیات.